از خانم بلخی عضو خانواده شهید پرور بلخی خواهش میکنم روی پیشتشریف بیارم. ایشان درباره خاصی که قربانیان و خانواده قربانیان در پروسه عدالت خواهی دارند سخنان خدمت شما تقدیم خواهد کرد. از سلام خدمت حضار محترم در این سمینار بنیاد حقوق قربانیان، تشکر و سپاس ویژه از انجینر صاحب مسجد نیازی و دیگر دستندرکارانی که تلاش کردن کوشش کردن که این سمینار و کنفرانس برگزار شد. ما ورثه شهدا هستیم، همگی اکثرا یا قربانیان هستیم یا عدالت‌خواهان هستیم که دور هم جمع شدیم تا بتونیم یک تسلای دل برای هم دیگر باشیم. و در اصل از دو پست یا دو چهره میتونم برای شما صحبت کنم، یکی فرمان ورثه شهید که پدر و مثل پدران شما مفقود الاثر بودن، 22 جوادی های 1358 علی آقا بلخی که در لیست 5000 شهید نبودن. و از یک دیدگاه دیگه میتونم برای شما صحبت کنم با عنوان نایب رئیس انجمن خانواده شهدا که سلام ویژه جناب انجینر صاحب راشد رستمی رئیس انجمن خانواده شهدا را خدمت شما میرسم. در رابطه با ورثه شهید، من با چند تا از عزیزا و ورثه شهدا تماس گرفتم، گفتم خب جلسه برگزار میشه، توفیق نهایت داده شده که من صحبت کنم با عزیزا و به نمایندگی از ورثه شهدا باید صحبت کنم، شما چی گفته داریم؟ اینا گفتن ما گفته خاص نداریم، خاص عدالت خواهی میخواییم، یعنی باید جنایت کارا به دادگاه کشم میکشم، چی دادگاه داخل افغانستان، چی دادگاه‌های بین المللی مثل دادگاه لاهه برشده. ما منتظر هستیم و چشم امید داریم که این حرکتی که آغاز شده خستگی ناپذیر ادامه داده شود، برای نه و قدر مرکر شده که ما دیگر در این دنیا نباشیم، چون امرای خدا تا یک کسی رفتیم و اکثر هم در اثر بیماری ها تک تک ورثه شهدا از دنیا میرن، میخواهن که شاهد عدالت خواهی پدرانشان باشن. و از خواسته دیگهشان مسئله ساخت پلیگون پلچرخی بود که اینا اگر ما بگیرم که حتما پلیگون پلچرخی آمادگی زیر داشته باشه که ما بتانیم در ساحت داخل شهر از نظر امنیتی، از نظر سهولت هستن و رسی شهدایی که داخل افغانستان هستن و از نظر اقتصادی مشکلات دارن، نمیتونن در ساحت پلچرخی خود برسنن، مجبور هستن از کمک بگیرن از سری از مؤسسات تا اونها در اون منطقه برسن. یعنی ما چون ما ورثه شهدا هستیم که در اروپا هستیم، ولی بسیار زیاد از ورثه شهدا داخل کابل هستن، در اطراف هستن که اینا شهدایشان داخل افغانستان بوده شدن، پلچرخی زندان دوری زندان خود تیر کردن، یک مدت باز از بین شهدای مفقود الاثر هستن که در لیست 5000 ذکر شدن، از ولایات مختلف هستن اینا، در گروه لیست جمعی پلیگون پلچرخی در هستن. اینا طبیعتا میخواهیم وقتی که کابل بیاییم بتانم زیارت برن، بتانم روح خدا به یک آرامش برسنم. و دولت اجتماعی ها این تقاضا رو داره از ما و شما. دولت افغانستان یک دولت است که دوران پس از جنگ خواهد تعیین میکنه، ما توقع نباید داشته باشیم که به این زودی ها دولت ما سر پای شود یا او انرژی و او کارایی رو داشته باشه بتونه عدالت و پروسی عدالت رو بر ما تأمین کنن. این به نظرم عاقلانه تر است که ما خود ملت این کار حرکت رو شروع کنیم، خصوصی سازی کنیم همی مؤسسات و بنیاد هایی که با وجود میاد برای عدالت خواهی، اینا رو تقویت کنیم و ملت در افغانستان دیگه باید شکر کنم آیست آیست به می اطمینان رسیده باشه که ما باید مثل ملت آلمان پس از جنگ جهانی دوم خود ملت به باقی هستن، خودشان ساخت مملکت خود، کشور خود آباد کرد، به دولت کار نداشتن. ما باید آیست آیست به می فکر باشیم که شروع کنیم. مسئله عدالت خواهی خودش یک مسئله است مربوط به خود ورثه شهدا است، اصلا ربط به دولت نداره. ما باید درخواست بدیم، دولت باید اجرا کنه. کجاست درخواست های ما؟
من خودم به شخصا میخوام که درخواست ما از دولت افغانستان نداشتیم. میگیم من خود صحبت میکنیم و درخواست رسمی نفرستاده. روی مصفای ایراتی که فکر کردن نامه بنویسیم، بکنیم این نامه رو بنویسیم. بین خود میپیچیم در حالت دورانی، بین خود تسلای دل میکنیم، شکایت میکنیم، صحبت میکنیم، سیمونه را برگذاریم، ولی بیرون نمیدیم چیم. یزی. در رابطه با کارتای هویت شهدا من اول تسلیه درج میکنم خدمت همه برسی شهدا خدمت شما برسانم که این کارتای هویت شهدا را با جان دل شخصا چی از طرف انجمن خانواده شهدا باشه چی نباشه به صورت افتخاری یا یک حالت است که براتون مهم که اگر من هفته یک کارت شهید درست نکنم یک شب نشینی با شهدا در دل نکنم یعنی اون هفته خوش نمیگذره اون هفته بسیار سختی میگذره و عذاب درشان داره مرتب این شهدا مثلا لست 5000 شهیده که من پایین بالا حرکت میکنی بینم برای بسیار در باور است که اینا این شهیدا همشون زیر خاک هستن احساس میکنم میبینم شما که خواب در روشان ریخته دیست دست و پای بسته افتیدن و اکثرا نوادهشان یا وفات یافتن یا مادر مهاجرت هستن یا توانایی ندارن اینا انتظار دارن که ما این حرکت رو انجام بدیم ما برایشان این حرکت انجام باید بدیم از نظر انسانی شهدایی هستن که واقعا مجرد بودن و اینا واقعا ورثه ندارن پس اونا چی میشن؟ ما که ورثه‌شان هستیم میایم اینجا عدالت خواهی میکنیم داد میدن بیدن صدای ما به جمع نمیرسه پس اونا چی؟ اونا باید بگه فراموش ها جوان ها اینجا اجنه ساله شان دو ساله بیست ساله بیست و پنج ساله اینجینی را است که خوارایشان یا فامیلشان برشان کارت و بیت درست میکنن زنگ بزنه تماس میگیرست یکی تماس گرفته به خسدوریش خوهرش نمیتونه تحمل نداره من شوهر خوهرش هستم که کار برش میکنم پشت تلفن گیریه میکنه و بعد از تو ماها مریض تکنی تلویی پیدا کنه خب دیگه اما باید از که این حرکت به خاطر امون هم شده باید حرکت شروع کنیم من دیگه از بیشتر وقت تا نمیگیرم صحبت خاص هم ندارم عزیزه و اساتید هستن صحبت های کلی انجام میشه صحبت هم به نظر من فایده نداره که من بیایم چه صحبت کنم مهم عدالت خواهی ما باید عملا حرکت کنیم سیمینار ها بعد از این زیادتر احساس میکنم که دید و بازدید چرا کنم دیگه تماس داشته باشیم چهره های عزیزه که من اینجا میبینم بسیار خوشحال میشم نسیم جان رهرا استاد بزرگوار از افتخارات ماست سالهای سالیان زیاد بعد از لنج تیر کردن از قربانیان زندان پلچکی هستند خبرهای حتما دارم که شاید ما تحمل نتونم بشنوم که چی به سر پدر ما آمده بوده باشه شاید من پدرم نرسید به پلچکی یا جناب مبلغ یا دیگه نایفم قربانیان زیاد شاید جمع ما باشن که در زندان پلچکی بودن و ما چهره های پریجان سرابی بسیار خوشحال هستم دیدم و بسیار دوست ها زیاد هستم که این سیمینار رو بسیار یکی از عباد نیکش یکی از برکاتش این نیست که انرژی میده و الان شاید خسته نشده بوده باشم از این که با شهدا هر شب میشینم درد دل میکنم عکسشان رو میمونم به صفحه ورد سونشتای میکنم تمام تطایش تمام تاریخ تولدشان از سنشان داره تمام گذره جوال کار تو وقتی نگاه میکنم نشان میکنم به طرف ما سیر میکنم فقط سیر میکنم فقط لبخند میگیره فقط به از من خواهش میکنه که خسته نشه و من تمام مدت به چشمانی سیر میکنم فقط میگم که دستشان بشکنه تو جوانه تو قتل کرده حیف تو جوانی حیف مخولی حیف پاکی چون صدای تو نکشیدی چون نامدی کمونست نشدی چون تسلیم نشدی چرا ماندی که جوان از بین برده؟ فکر میکنم که زیاد زیاد شهدای زیاد است. علی جان تاجدارم این کار رو میکنم. اکثر این کار تو بیاد درست کردم با شهدا نشستم و صحبت کردم است. و وقتی که من چیرهای شما رو میبینم مخصوصا که امروز استاد نسیم جان دیدم بیش از حد خوشحال هستم. بیش از حد خوشحال هستم. حیف که نتوست با آغوش بکشم چون این پدر بزرگواری قربانی عزیز ما این شاهد دیدن تک تک عزیزای ما که چطور اینا برف داده شدن چطور اذیت شدن چطور قربانی شدن دست از اینا از بوسیدن است اینا شهید دون دست اینا بار بار با شهادت رسیدن و زنده شدن من کتاب
مسلجان صدروفی را که در یافتم یک سال بار توانایش پیدا کنم که من این مطالعه کنم. او را از روی اجبار در یک سفر بود و قطار مجبور شدم او را بخوانم و بعد از اون قرارنامه نشته کردم از مطالعه کتاب. من فکر کنم بعد از مطالعه کتاب شد از بین برم در نتانم سر کارتای شهادا کار کنم. بعد از اون بسیار قدرت گرفتم. امروز هم نسیمجان ژرفا را دیدم. انشاءالله قدرتم صدها برابر گذشته شده باشه. تشکر میکنم از لطف شما که صبورانه گوش کردیم صداتای این نتیز ما را. یک جان ممنون. تشکر از صحبت های خانم بلخی، از احساسات دادخانهشان و سپاسگزاری که کار عمل از طرف قربانی ها و بازمانده های شهدا. من فکر میکنم در صفحه اینترنتی بنیاد حق هم امکان ازی است تا خاطرات را درک بکنین، کارت شهدا را خانه پوری بکنین و در این قسمت سهم بگیرین.